سلام و شب شما بخیر. به برنامه فراسو از شبکه جهانی رادیو تلویزیون نورین با من وحید احدی خوش آمدید. طرح تازه حکومت برای بازنشسته شدن جنرالان بخصوص افسرانی که بالای سن 55 هستند باید متقاعد شوند. وزارت دفاع ملی هدف این کار را جوان ساختن نهاد میگوید. حالا این برنامه حکومت با انتقاد تند شورای ملی روبرو شده است. در قانون امور ذاتی افسران سن بازنشستگی 65 سال گفته شده است. حالا برخی ها به این باورند که کار وزارت دفاع ملی در این عیسه شاید که با بحران تشکیلاتی را در این نهاد مواجه بسازد. روی همین موضوع خواهیم پرداخت با جناب محترم محمد یاسین حبیب، رئیس حزب بیداری ملی فلاح افغانستان. خیلی خوش آمدید جناب. آقای حبیب، طرحی که از سوی حکومت برای جوان ساختن ارتش ملی گفته شده در شرایط کنونی چی تأثیر خواهد داشت؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و عرض احترام به شما و همکاران محترم شما و بیننده محترم تلویزیون نوری، همراه با شب بخیر. آقای حبیب، عرض کنم که طوری که شما بهتر می فهمید، امروز کشور ما، مردم ما در یک شرایط خیلی ناگوار و جانکاز طاقت فرسا قرار دارد. مسائل بحران اقتصادی از یک طرف، بحران سیاسی از دیگر طرف، و مهمتر و عذاب آورتر بحران امنیتی و ناامنی ها هست که واقعا ملت ما را به جان آورده. یعنی کاسه صبر ملت ما را لبریز ساخته، به خاطر از اینکه این ملت تقریبا در حدود 40 سال هست، از مدت 40 سال تا به امروز است که دینمی در بهبوهای جنگ ها و ناامنی ها و تجاوزات خارجی و انواع مشکلات ها دست پا می زنند. و این بار هم که این ملت مظلوم و ملت پریشان حال ما آخرین نفس هایشان هم می کشند از نقطه نظر این مشکلات ها و بربدری ها و چیز. حالا که یعنی چیز مهمی که برای ملت ما خیلی عایز اهمیت است، مسئله امنیت است، ثبات است، صلح است. و فلهازا زعمای حکومت یا زمامداران حکومت ما یا این دولت مردان ما از همه اولتر به صلح و ثبات و امنیت توجه جدی کنند، و از طرف دیگه در ایجاد صلح، ثبات، امنیت در افغانستان خیلی ضرور است، از فرضیات است که از استعدادهای سرشار، از تجارب سرشار اولاد وطن در عرصه‌های نظامی و امنیتی باید استفاده از زمین صورت بگیرند. ولو که نمی اولاد وطن مثلا سنشان در 40 و 45 و 50 و 55 تا 60 سال می باشند، باید حکومت، زعمای حکومت در حل مشکلات افغانستان، در حل اینمی بحران امنیتی، از اینمی استعدادها و ظرفیت‌های سرشار فرزندان وطن که در قوای مسلح هستند یا ای که فعلا نیستند در قوای مسلح، خانه‌نشین هستند، باید از اینا حکومت استفاده بکنند. حالا حکومت تصمیم شمی است که باید جنرال هایی که 55 سنشان میشه از او بالاتر دیگر باید در حکومت اینا باید متقاعد شوند و کاری نکنند. چی فکر میکنین با جای ازیو اگر جوان ها آورده شوند، یعنی جوان ها در جای ازیو، چون شرایط خیلی بحرانی است، اگر این کار صورت بگیرد چی فکر میکنید با مشکلات زیادی روبرو نمیشه؟ ببین یک چیز آقای حدیق خدمت شما، من عرض کنم که امروز هر کاری، هر روندی، هر جریانی، هر عرصه، ولو نظامی، یعنی هر چیز مخصوصا نظامی، به همه اقشار این ملت ضرورت داره، به جوان ها، به نیروهای جوان ضرورت دارن، البته در جایش، ولی مهمتری که به نیروهای با تجربه، نیروهایی که واقعا سرشار از تجارب هستن، یعنی از ابتکاراتی هستن که در گذشته ها اینا آب دیده شدن. ببین یک چیز من خدمت شما عرض کنم که اگر دشمن این ملت ما را، خصوصا نیروهای ما را دهی به اصطلاح ضربی مهلک وارد نمی کرد که بعد از اینکه جهاد مردم افغانستان به پیروزی رسید و قهرمان ملی کشور ما شهید احمد شاه مسعود سعی می ورزید تا اردوی قبلی افغانستان با مجاهدین افغانستان که هم اردوی قبلی افغانستان آب دیده بودند در مسائل نظامی، در جنگ های جبهه‌ای و چریکی و در همه مسائل، و هم مجاهدین که این چندین سال با ضد قشون سرخ شوروی رزمیده بودن، میخواست قهرمان ملی اینمی دو نیرو را با هم متحد بسازن.
از تجاربشان، از استعدادهای سرشارشان در جهت برقراری صلح، ثبات، امنیت در افغانستان استفاده از زمین بکنم. اما با کمال تاسف که در گذشته هم از طریق رسانه ها گفتیم که دشمنا استخبارات کشورهای مغرض همسایمانی کار شد. هدف از این کار قهرمانی میبی همی بود که از تجارب و از استعدادهای خدادادگی و تجارب سرشار نیروهای امنیتی، افسران، جنرالان، دگروالان، چی از قوای مسلح، چی از مجاهدین که در دوران جهاد مجاهدین هم در سمون مجاهدین هم این بهترین از نظامی های سابق حکومت حضور داشتن و یا ای که خود مجاهدین در دوران جهاد در بهبوهای جنگ و پیکارشان فوق العاده تجارب سرشار در درسی جنگای چریکی و پارتیزانی گلولایی اینا کسب کرده بودن. قهرمان ملی میخواست که دیده نیروی بزرگ از استعدادشان، ظرفیتشان در ایجاد در ساختار یک قوای نیرومند امنیتی، قوای مسلح یا اردوی نیرومند امنیتی برای حفظ افغانستان، برای حراست از افغانستان استفاده بکنن. حالا ما تعجب میکنم، من نمیفهمم که زعمای فعلی حکومت وحدت ملی روی کدام دلایل دست به یک امی عمل میزنن. حالا ما باورمند هستم همون جنرالی که سنش 55 ساله هست شاید خیلی صاحب ظرفیت باشه، صاحب ابتکارات باشه، صاحب این تجارب باشه، حتی صاحب حوصله و توانمندی باشه، ولی من نمیشم روی چی شما چی فکر میکنین اگر این کار اگر حکومت عملی بسازه؟ چون در شرایط خیلی دشواری هم حکومت به سر میبره، فعلا وضعیت امنیتی هم خوب نیست، اگر این کار شوه به نظر شما چی رو خواهد داد؟ آقای احدی، امی اقدامه، من میگم اقدام نابخردانه، به وضاحت من ایس مسئول یک حزب سیاسی، من ایس یک شهروند مخلص محب وطن میگم این امی عمل نابخردانه هست. هر کسی که در خود این امی زعمای حکومت ما داده او دشمن ماست، او دشمن وطن ماست، او دشمن مردم ماست، او نمیخواید که راست. من یک چی در خدمت شما عرض کنم، درست از ما به نیروهای جوان ضرورت داریم، ولی این نیروهای جوان ما به تجربه ضرورت دارن. تا وقتی که نیروهای جوان ما، افسرهای جوان ما از تجارب سرشار برخوردار شدن 20 سال در بر میگردن، 20 سال. حالا دیده میشه که در گذشته ها اگر تعلیم یا تعلیم و تربیه ارتش یا اردو مشکل بود، حالا دیده میشه که ما ظرفیت های بالایی هم داریم در نظام، در فعلا تحصیل کردن یا 4 سال یا 5 سال در نظام تحصیل کردن. چی فکر میکنین اگر اینا هم برن افسر شون یا بالاخره بعدش جنرال شون، اون ظرفیت ها را ما داریم در کشور، چی فکر میکنین اگر اینا هم عوض از اونا شون در بجای از اونا برن؟ آقای هدی، یک چیز در خدمت شما هست کنم، فعلا در اردوی افغانستان، در قوای مسلح افغانستان، چی اردوی ملی، چه پلیس ملی، چه امنیت ملی، نیروهای وجود دارد از افسران سابق زمان حکومت های نجیب، عین تا زمان داوود خان وجود دارند که ما اولاد این وطن هستن، اونا هم برای ملی در خدمت این وطن هستن. و از طرف دیگه مجاهدین هم، مجاهدین دوران جهاد که ناوی سلال یک این چندین سال، 15 سال، 20 سال به زل قشون سرخ شوروی رسمیدن، جهاد کردن، مبارزه کردن، فعلا اونایی که تحصیل یافته هستن یا از صنف 12 فارغ شده نیاز فاکولتا فارغ شده بدن، بعد از تاسیس دولت مجاهدین، بعد از دنبال از هم حکومت آقای احمد کرزی به وجود آمد، اونمو شخصیت هایی که هم تحصیل یافته بودن و هم در جهاد مقدس افغانستان حضور فعالانه داشتن، اونا رو به حیث افسر پذیرفتن. اینال هم قوای مسلح ما اردوی سابق از زمانای از حکومت های سابق و هم از مجاهدین یا یک عمر چندین سال رزمیدن، تجربه کسب کردن. اینال از دست دا اگر اینال چهره ها را که نه وسط دگروالی رسیده باشن یا وسط جنرالی ما رسیده باشن، اگر ما اینال چهره های با تجربه که سرشار از تجارب نظامی و امنیتی اونا برخوردار بودن، اگر امی اینمی نیروها را ما عدس میتیم بنام از اینکه گویا اینا 55 ساله هستن و یا 60 ساله هستن، باید به عنوان تقاوت اونا را ما از سپیپ قوای مسلح اونا را بیرون بکنیم، من به صراحت میگم، بازم میگم یک جفای بسیار بزرگ است، یک یک جنایت است، یک خیانت بزرگ بله. حقی وطن از حقی مردم است. اما آمدیم که درست است ما به نیروهای جوان خودم ضرورت داریم، ولی همین نیروهای جوان ما، افسران جوان ما یا یک چندین سال به کار است که یا به اصطلاح تجربه کسب کنند، برن در صفحه ها به اصطلاح در جبهات نبرد اینا تجربه کسب کنند، ولی ما اونمو چهره ها عناصر
مجرب با تجربه که چندین سال و اصلا چی از اردوی سابق افغانستان و چی از مجاهدین که فعلا در قوای مسلح هستن، اگر یار ما اخراج میکنیم، بازم میگم که یک جفای تاریخی به حق ای وطن، به حق ملت است. بله. خب حالا رهبری حکومت در جنگ با حراس افغانی چگونه شما ارزیابی میکنید؟ در حالی که حملات گروه های تروریستی هم بیشتر شده، چقدر اینا میتونن، نیروهای امنیتی میتونن که مقابله جدی در برابر گروه ها بتونن بکنن با همی ظرفیتی که فعلا وجود داره؟ ببین یک چیز آقای حدی، ما به صراحت میگم، همیشه ما گفتیم، از طریق رسانه هم گفتیم، فعلا قوای مسلح ما، افسران جوان ما، جنرالان دلیر با شهامت با تجربه ما، مجرب ما، اینا به اصطلاح فعلا یک اردوی کاملا حیار و کاملا مجرب و کاملا اینی با اندیشه هستن. فقط و فقط چیزی که اینا از او با او مسلح هستن، با او مجهز هستن، ملبس هستن، اندیشه و انگیزه. اینا فقط با اینمی انگیزه هستن که ما افغان هستیم که از این وطن خود با مثال جان خون خود از این وطن دفاع کنیم، از وجب وجب خاک خود دفاع کنیم. خارجی ها خود در قصه ما نیست، اونا منافع شخصی خودشان کار دارن. خارجی ها اگر به ما کمک میکنن، اگر به ما تیاره میتن، اگر به ما پول میتن، اگر به ما به اسلام این تجهیزات میتن، به خاطر منافع خاص، اهداف خاصی دارن. ولی ما افغان هستیم که به دفاع از وطن خود، به دفاع از عزت آبرو و مردم خود، به دفاع از استقلال آزادی و حاکمیت ملی خود باید برزمین جانهای خودم ما فدا کنیم. این وقت یک انگیزه در بین می اردو و قوای مسلح ماست. حالی که حکومت دست بایم که یک تصفیه میزنم، ما باورمند هستم آقای احدی که فقط یه هدف این چیز است که میخواین که هم مجاهدین و همون چهره هایی که در زمان حکومت های قبلی مثلا کارمل و نجیب بودن، اون منا را از این قوای مسلح ما تصفیه کنن، دور مندازن. من میگم که این کار یک جفای بسیار بزرگ، یک خیانت تاریخی در حق ملت و در حق مردم است. باید زعمای حکومت و عدالت ملی، اگر دکتر سید اشرف غنی است، باید هر چه زودتر تجدید نظر کنه. من نیست مسئول یک حزب سیاسی که به نمایندگی از هزاران هزار اعضای حزب، من از رئیس جمهور میخواهم، تقاضا میکنه که لطفا تجدید نظر بکن. خب لطفا قوای مسلح ما را ضربه نزن. تو خود سرقمندان علای قوای مسلح هستی، به خاطر چی تو قوای مسلح ما را میگیری و این رقم این قسم یک حالتی را میاری، یک تشویش ایجاد میکنی، یک تزلزل ایجاد میکنی در عزم اراده قوای مسلح ما. امروز اینمی قوای مسلح ما، اینمی نیروها اولاد همی وطن، چی از رژیم های قبلی بوده و یا چی از ساختار مجاهدین بوده یا چی به اصلاح فیلان که در قوای مسلح هستن، اینا همه با یک عقیده و ایمان، هدف، انگیزه از وطن خود دفاع میکنن، حاضر هستن جان خود وطن بیچاره میشن، میتن همیشه میاسه قربانی میتن. جنرال ما شهید میشه، دگروال ما شهید میشه، افسرهای ما شهید میشه، سربازهای ما شهید میشن، بیچاره همه روزم اینا شهید میتن. آل وقتی که ایت یک کارت یک برنامه را جناب رئیس جمهور یا اونمو شرکان و کسایی که یا خارجی یا داخلی این مشوره ها را برشان داده، یک تزلزل و یک نامیدی در عزم ارادی قوای مسلح ما اینا ایجاد میکنن. لطفا باید هر چیز زودتر تجدید نظر کنن. چی فکر میکنین؟ آیا کشورهای بیرونی هم در این دخالت داره به نحوی؟ در حالی که دیده میشه شما بیشتر اشاره کردین، اگر کشورهای خارجی یا به نحوی با حکومت افغانستان یا ای گپ مدرس ساخته که باید ایکار شود، چی فکر میکنه کشورهای مثل امریکا هم در این گپ ها؟ من به یقیده هستم، به یقیده هستم که رئیس جمهور خودش خوب بهتر میفهمه. اگر قرار به مسئله سن باشه، خود جناب رئیس جمهور هم یال از 65 سال سنش بالاست، خودش هم باید تقاوت کنه، خودش هم درده خانه بشه. خیلی قسم باشه معامل اول جنرال سید عبدالرشید دوستم هم به اصلاح 65 سال باید دوام تقاوت بکنه. خب باز اصلا شخصیت های دیگه هم باید تقاعد بکنن. من میگم که این کار اگر هر کس رئیس جمهور مشوره داده، یا داخلی باشه یا خارجی باشه یا همسایه ها باشه یا کشورهای دور و نزدیک باشه، من میگم که یک جفای تاریخی به حق وطن ماست، یک این خیانت تاریخی به حق مردم ماست، مخصوصا به حق قوای مسلح ما. در مت یک برهه اساسی از زمان اینمی قوای مسلح افغانستان امروز واقعا با رشادت های دلیرانه و جانبازانه و قهرمانانه ایشان واقعا از وجب وجب خاک خود دفاع میکنه. بیبی آقای حدیب اگر یک گلسالی سقوط میکنه به اثر توتیه ها و دسایس درونی و بیرونی، ولی باز هم اینمی قوای مسلح ما میره از ظرف یک لو دروز اونمو جا را دوباره دشمن پس میگیرم دوباره. ولی ببین رشادت هایی که اینا نشان میتن، نباید تزلزل، نباید ناامیدی. البته اونمو جنرال دلیر با شهامتی که ولو 50 سال است، 55 سال است، بیچاره میره در قوای به اصطلاح در سنگر جنگ، در جبهات جنگ،
شب و روز همی جفتید وقتی گانی حرف همیشنم و مایس میشه امکان داره که دیگه دوستایشان باشه دیگه همکارا و شبکایشان باشن همی حرف ها را بشنون اینمی طرح نامیمون را بشنون مایس میشن آزرده میشن لطفا قوای مسلی ما را لطفا نیروهای امنیتی ما را لطفا نامید نسازن متزلزل نسازن و تشویش نسازن لطفا جفای تاریخی به حق وطن نکنه جناب رئیس جمهور به صراحت ازتان میخوایم خواهش میکنم که در این عزم تجدید نظر کن یا این اقدامتان را پس بگیرید. بله بله بسیار خوب. خب حالا چیز دیگه هم بسیار مهم است در امی اردوی ما. یک تعداد میگن که در بعض محلاتی که جنگ صورت میگیره گروه های مخالفینی هم در اردوی ما وجود داره. شما ایره تایید میکنید که بعضی ها در اردوی ملی افغانستان باشه یا مخالفینی در جای مثلا ما در هلمند دیدیم که یک سرباز چندین نفر کشته در اونجا بود. در بسیاری جای ما می تجربه را داریم. چی فکر میکنین از مخالفین در اردوی افغانستان وجود دارن؟ خب یک چیز مسئله حضور ستون پنجم دشمن همیشه ایره رهبرای جهادی ما، رهبرای ملی ما، رهبرای سیاسی ما این مسئله را مطرح کردن. بله هست یه واقعیت داره که امروز دشمن از درون ایره به وضاحت دیدام شده مثلا حادثه دلخراش 400 بستر مثلا واقعی جانکار طاقت پرسا و غمبار به اصطلاح نمو قول اردوی 209 شاهین یا همچنان ریاست حراست از رجاله های برجسته را که در چندین جای دیگه که دشمن از درون نفوذ کرده به همکاری عناصر نفوذیشان در درون اینا عملیات خود انجام دادن. این واقعیت داره. خب باید چرا حکومت چرا این کار را نمیکنه؟ بجای اینکه این افسرها را بازنشسته بسازه باید تفکیک در میان اردو باید داشته باشن کسانی که مخالف هستن یا مخالفین هستن حضور دارن به نحوی بیشتر اشاره کرده این حادثه 400 بستر و قول اردو در مزار این دیجا دست کسایی بود که در داخل اردو بودن در نظام عملا بودن اینا این کارا کردن چرا یک تفکیک یا تصفیه در داخل اردو نمیکنن همی کارا؟ من آقای علی یک چیز در خدمت شما عرض کنم که من به بلاز... نمیگم که اینیا به طور متمت این سرشار یا به اصطلاح چشمگیری در بین قوای مسلح ما نه این باید چی نشه این به عنوان این ما توجیه نکنیم که یعنی نیروهای دشمن عناصر نفوذی دشمن به صورت چشمگیری در قوای مسلح نه ولی هیچ امکان نداره خامخا بعضی جواسیس بعضی در سطح سربازا هست یا در سطح بعضی این افسرهای پایین رتبه هستن که اینا ضمیرشان، وجدانشان، ایمانشان در برابر دلار، در برابر کلدار یا در برابر تومان و فروخته شده خریداری شدن به نفع دشمن کار میکنن این چیز هست ولی در مجموع قوای مسلح امروز چی به اصطلاح بازم به وضاحت میگم که چی نیروهای مجاهدین که امروز در قوای مسلح چی نیروهای قبلی که از زمان های حکومت های حزب دموکراتیک خلق نمی قوای مسلح ما از دست جنرالان و افسران و دیگر آل اونا نمیگن که ما خلقی هستیم نمیگن ما پرچمیستیم یا ایدگاه نمیگن که ما مجاهدین هستیم ما مثلا مجاهدین این تنظیم و آن تنظیم هستیم میگن ما یک افسر قوای مسلح هستیم ما یک سرباز قوای مسلح هستیم یک جنرال قوای مسلح هستیم در خدمت وطن خود هستیم به خاطر با شعار خدا و وطن وظیفه اونا آذر و جانبازی هستن باید اینا حق دارن اولاد می وطن هستن اگر دیروز پرچمی بودن خلقی بودن یا به اسلام از مجاهدین این تنظیم و آن تنظیم جمعیت و عز و حرکت و برکت و این و آن ولی همه اولاد می وطن هستن باید در قوای مسلح که حضور دارن حکومت ما حکومت وحدت ملی ما رئیس جمهور ما که سرقومندانی علای قوای مسلح هستن و دیگه همکارانشان رئیس اجرایه یا سایر دست اندر کارانشان باید از این نیروهای خود استفاده کنن و جایی که یارا تشویق کنن و جایی که یارا به اصطلاح تقدیر بکنن و به جای از اینکه مشکلات اقتصادی از اینا را حل بکنن و جای از اینکه اینا را واقعا این مورد نوازش اینا را قرار بدن اینا را یک اقدامی را روی دست میگیرن یک طرح نابخردانه را روی دست میگیرن که در حقیقت یک تزلزل نامیدی و مشکلات حتی شکست ایجاد میکنن. من میگم درست است نیروهای جوان ما ولی ضرورت داریم نه تنها در قوای مسلح در همه عرصه ها به نیروهای جوان این نیروهای جوان هستن که واقعا نیروهای سرشار کاری یک مملکت یک جامعه و یک محیط هستن ولی ما میگیم که به عناصر و چهره ها و شخصیت های با تجربه و با دانش و کارآزموده هم ضرورت داریم که در کنار این نیروهای جوان این چهره ها و شخصیت های با تجربه و سرشار از تجارب کارکردگی ها باشه ما ضرورت داریم تنها خو نمیشه خب بس اینا لو گفتم که این نیروهای جوان ما هم بعد چندین سال
تجربه کارکردگی ضرورت دارن. تا وقتی که اینا آب دیده میشن در کارها واقعا این تجارب سرشار کار میکنن یک 10 سال 15 سال در بر میگیره. ولی ما چه لازمه چهره ها؟ یک چیز آقای هدی از یک طرف یک ضربه مهلکه در پیکر قوای مسلح ما هست، از طرف دیگه یک ناامیدی برای مردم ما هست. از جانب دیگه آب انداختن در آسیاب دشمن است. ببینید در سالهای 2002-2003 هیچ این گروه های مثلا تروریستی طالبانی و القاعده و اینا تقریبا حضور نداشتن، ولی فساد اداری در حکومت های محلی افغانستان یا در حکومت مرکزی افغانستان، در ادارات محلی افغانستان، فساد اداری باعث از این شد که مردم به خشم بیاین، مردم راسته مردم به فغان بیاین. بالاخره زمینه رشد اینمی گروه های جنگ افروز و تروریستی مساعد شد، از اون تو افرادی که مورد به اصطلاح این جفا قرار گرفته شده بودن، بی‌عدالتی و غبن در قسمتشان صورت گرفته بود و حیثیت و آبرویشان تجاوز صورت گرفته بودن، اینا رفتن قهرن جبرن رفتن در سپوک دشمن. بالاخره سپوک دشمن تقویت شد، دشمن ها دوباره جان گرفتن، نیرو گرفتن، آمدن در افغانستان، امروز شرایط به یال رساندن. آیا هم اگر حکومت، من بازم میگم که اگر حکومت اینمی پلان نابخردانیش عملی بکنه، اینمی چهره ها، اینمی شخصیت ها امکان داره که اینمی مخالفین مسلح افغانستان با مصرف کردن میلیون ها دلار اینمی تو چهره های سرشار، اینمی تو جنرال های سرشار ما را بخرن این در برابر پول، از طرف دیگه یام اقدام میگیرن که راستی هم از تجربه ما استفاده نمیشن، ما را واقعا این ظالمانه ما را گرفتن، ما را به تقاعد سوق دادن، اینا قهرن جبرن میرن در صفحه مخالفین. من بازم میگم که زمای حکومت وحدت ملی در تطبیق این پلان نابخردانه تجدید نظر کن. بله، خب حالا ایالات متحده امریکا هم با اعلان استراتژیش در قبال افغانستان و برای همکاری در بخش نظامی و بخش های دیگه تاکید کرده که ما تا 2 سال آینده، بارهایی را گفته که تا 2 سال آینده ما بیشتر میکوشیم که هراس افغانان را سرکوب نماییم و با همکاری نیروهای امنیتی، و ما میکوشیم که از طریق هوا و زمین اینا را بگونه سرکوب بسازیم. حالا بحث امریکا هست، بحث کشورهای دیگه از در افغانستان، مداخلات کشورهای بیرونی در چنین شرایط، اگر حکومت چنین طرحی را که تازه میخواد عملی بسازه، چی فکر میکنین اگر این عملی شوه با واکنش های تند دیگر برخی ها مواجه نمیشه؟ ببینید آقای احدی، اول خب من میگم که اگر این طرح عملی شوه، یک تعداد زیاد از کادرهای با تجربه ما اینا از صحنه میبرن، از صحنه میبرن که اینا رو میکشن از صحنه، دور میرانن، اینا رو گوشنشین میسازن، اینا رو خانه‌نشین میسازن. اینا کسایی بودن چی به اصطلاح این چی از اردوی قبلی نیروهای امنیتی قبلی افغانستان، چی از نیروهای مثلا جهادی و مجاهدین افغانستان که بازم میگم همه اولاد می وطن هستن، همه در خدمت می وطن هستن. آل دیگر بعد از اینا او مفکوره های حزبی و گروهی برشان هیچ مطرح نیست، فقط خدا و وطن و ملت و وظیفه برشان مطرح هستن. امروز اگر دیروز خلقی بودن، پرچمی بودن، یا اخوانی بودن، یا از مجاهدین حزب اسلامی، یا جمعیت اسلامی، حرکت اسلامی، حزب وحدت اسلامی و انقلاب اسلامی اینا هم، ولی امروز به اصطلاح امروز یعنی سرباز یا افسر قوای مسلح افغانستان هستن با افتخار. اگر اینا را یاد دور بکنن از یک طرف، اینم تو چهره ها و چهره های با تجربه و کارآزموده را ما دست میتیم، و از طرف دیگر اینمینا به خشم میان، خفه میشن، آزرده میشن، مویس میشن. چه خوب نام خدا برای متقاعدین معاش میتن مثل که برای ملکی ها میتن؟ چه خوب نام خدا، چه خوب ما با سهولت میتن کال باز نظامی های ما را بگیرن و تقاعد سوق تن به قوای مسلح ما را به مشکلات ما واجه بکنن. ما خدمت شما عرض بکنم که اینی اگر اینمی کار صورت بگیره، بازا میگم این به نفع دشمن است، آب انداختن در آسیاب دشمن است، از این دشمن های مسلح افغانستان، علاقات مسلح تروریستی افغانستان از این نفع میبردارن، استخبارات کشورهای مغرض همسایه از این کار نفع میبرداره و این باعث تضعیف قوای مسلح ما میشه، باعث ایجاد ناامیدی و تشویش و حتی خدای نخواسته شکست در قوای مسلح ما میشه. ما امیدوارم که هر چه زودتر در تطبیق این طرح ناکام نابخردانه
جفا جویانه که نسبت به وطن و مردم ما هست در این اقدام نکنن، این طرح خود پس بگیرن. و هر کسی که اگر من میگم هر کسی که بازم میگم که علاقات داخلی و بیرونی اینمی طرح را روی دست گرفتن یا مشوره دادن برای رئیس جمهور، اینا به حق وطن جفا میکنن، به حق مردم جفا میکنن، به حق این قوای مسلح ما جفا میکنن. حالا بحث داعش، بحث گروه های دیگه که در افغانستان حضور داره، تا حال چقدر حکومت یا وزارت دفاع امی ارتش ملی کشور توانسته در مقابل از یا روی روی درست کنه؟ تا حال مشکل در کجا بوده؟ ما پیشتر هم گفتیم که مثلا ضعف وجود داره در خود نهادهای امنیتی ما، ولسوالی ها سقوط میکنه و اینا میرن ولسوالی را میگیرن، پس دوباره ولسوالی به تصرف طالبان میه. چی نیاز از دریجه؟ چی کاری باید شود؟ حالا ایالات متحده امریکا که در افغانستان آمده که به خاطر سرکوبی گروه ها باید چی کاری کنه؟ با این هماهنگی با این گروه ها چگونه باید هماهنگی صورت بگیره تا بتونن در جنگ اینا پیروز شوند؟ آقای هدی، اولا خب چی به زعما حکومت وحدت ملی ما قوای مسئله ما را تشویق بکنه و جای از اینکه نامیدی پریشانی و تشویق در شما ایجاد بکنه با این طرحهای نابخردانه اینا را تشویق بکنه، اینا را تشویق بکنن، مورال به تر مشکل یک مقدار مشکلات اقتصادی از اینا را حل بکنن و همچنان و دوستان بین‌المللی ما مثل امریکا و متحدینشان قوای مسلح ما را، ما به نفرات چانه ضرورت نداریم، نفرات حضور نفرات این امریکا و متحدینشان به ضرر ماست، باعث از ایست که واقعا اینمی طالبا و علاقات طالبانی جنگشان حرکتشان توجیه کنن، دیگه هیچ کاری از پیش نمیبره. این نیروهای ماست، خود فرزندانی وطن است که امروز با عقیده و ایمان از خاک و وطن خود دفاع میکنن. باید بیرونی ها قوای مسلح ما را با سلاح های پیشرفته زمینی و هوایی ثقیله و خفیفه مجهز کنن و همچنان داخلی ها و حکومت ما قوای مسلح ما را تشویق بکنن، شهیدایشان و غمرازی و شهیدایشان بکنن، رسیدگی و شهیدایشان بکنن، این معاشاتشان بتن، حتی خانه برشان بتن. ما شما این رسانه ها را میشویم، حتی بعض معلولینه که بیچاره دست و پای خود عدس دادن، افسر بودن، سرباز بودن، بیچاره میاله در یک حالت بد زندگی قرار دارن، یا بعض شهدایی که اونا به شهادت رسیدن، افسر بودن، سرباز بودن، امروز زنشان، بیویشان، یتیمایشان فریاد بلند میکنه که ما ناناور خانه ما افسر قوای مسلح بود، او را عدس دادیم، امروز حکومت برای ما توجهی نمیکنن. ببینید اینا خانه بتن، حالا ببینید چقدر پول در این وطن عیف مایل میشه، چقدر پول در این وطن تاراج میشه، چقدر پول در این وطن دزدی میشه، با میلیارد ها میلیارد، 150 میلیارد دلار جامعه جهانی به این وطن آمد، چه شد یا کل چور شد، چپاول شد، توسط وزیرا، توسط والیا، توسط این زعمای بلند پایی حکومت چور شد، چپاول شد، ولی هیچ از این 10% هم پولام در حل مشکلات مردم ما، یتیمای ما، یتیمای قوای مسلح ما، بیوه های قوای مسلح ما، ملکی های ما، اینها در ساختار فابریکه های تولیدی که باید جوان ها در اونجا به اصطلاح جذب می شدن، استخدام می شدن، از او امکانات 150 میلیارد دلار استفاده نشد، همه حیف مایل شد. آلا من میگم که حکومت جلو اینمی حیف مایل، اینمی خیانت ها، اینمی فساد های اداری را باید بگیرن، قوای مسلح ما را هر چه زودتر، قوای مسلح ما، اردوی ملی، امنیت ملی، پلیس ملی ما را، شهیدایشان را به اصطلاح غمرازی بکنن، به وضع مشکلات اقتصادی به اصطلاح بیوه های یتیمایشان برسن، معلولین ما را مشکل اقتصادیشان حل کنن، خانه برشان جور کنن، مثل که برای شهدا باید جور بکنن، همین قسم حتی ملکی های ما همه و همه این نیست که آقای اهلی وقتی که اینمت تشویق میشه قوای مسلح ما، یک افسر، یک سرباز وقتی که میبینه که میگه با خود فکر میکنه که اگر من کشته شوم به فامیل حکومت ماش میتم، مشکلش انشالله حل میکنم، خانه برش میتم، کرای خانه برش میتم، این به دادش میرسم، این باز بعدا اینمی سرباز یا اینمی افسر به تشویش میرن در جهت دفاع از وطن با گذشت جان خون خود قهرمانانه میرن. یک چیز دیگر بسیار مهم است آقای عبیب، اکثر جوانانی که بیکار هستن یا تحصیل کردن، تحصیلاتشون به مقطع لیسانس و ماستری هست، بر از اینا هم زمین های کار اصلا وجود نداره و مجبور هستن که اینا بپیوندن در صفوف نیروهای ارتش، اما
با او تحصیلات که اینا کردن در جای اینا قرار میگیرن که او بر از اینا همون جایگاه بهتر نیست. حالا باید حکومت به می کادرهای جوان کدام راهکار و چی راهکار را در نظر بگیره که اینا بتونن در صفوف ارتش و در سایر نهادهای حکومتی نیا جذب شوند و کار کنند. امروز یگانه رنج مردم افغانستان اینی است که اگر وضعیت بحرانی باشه، وضعیت کلا از بیکاری است، اگر به این توجه نشوه، اگر حکومت بیشتر به این فوکس نکنه، وضعیت چگونه خواهد شد؟ آقای هدی، یک چیز خدمت شما عرض کنم. یک موضوع را پیشتر عرض کردیم، شما هم را گفتین یاد کردین که من امرتان موافق هستم. مثلا قوای مسلح میرم یک ولسوالی را آزاد میکنم، بعدن میبرایم دوباره مخالفی میرم را میگرم. خب بیاین امروز ما 350,000 سرباز و به اصطلاح افسر و جنرال و منصوبین قوای مسلح داریم. امیر 7,000 بسازم، امیر 5,000 بسازم، 6,000 بسازم، دو چند کنم، یکونیم چند یا دو چند کنم، دونیم چند امیره بکنم. یعنی اونو جوانای بیکار ما را، جوانایی که فاکولته را خواندن، جوانایی که سن 12 را خواندن، جذب کنم در قوای مسلح. هم ثواب هم خرما، هم برشان ماش تعیین کنن و هم ببینین تحصیل یافته ها را مطابق تحصیلشان خیر است. اون مسائل نظام مثل که در زمانهای گذشته میگه بود، در زمانهای حکومت های حزب دموکراتیک خلق میگه پا بود. مثلا فاکولته پاسا را میگرفتن برای یک سال یا شش ماه به مسکو روان میکردن، آموزش های نظامی میدادن و اصلا اونا را باز لاملای بریتمن یا دوم بریتمن میگرفتن یا تورن میگرفتن یا مثلا دواز پاسا را به یک درجه، دیگه کسایی که مکتب نخوانده بوده اونا را سرباز میگرفتن، ماش برشان میدادن و هم توسط از اونم نا به اصلا استفاده میکردن در جهت دفاع از اونمو از اون مناطق خود کنار و اصلا بسرات در آل آن وقت میرسیده، وقت میرسیده که بیاین اینمی جوان ها این ما باورمند هستم که هزار جوان تحصیل یافته زمانی که حکومت هم یک برنامه را روید وزیگه آزر است که میگه ما هم شامل یک اشتغال و کار میشیم، هم از وطن خود رفا میکنیم، هم خرما به دست میاییم، هم ثواب، هم صاحب ماش میشیم، صاحب روزگار میشیم، هم از وطن خود دفاع میکنیم که دفاع از وطن واقعا این بحیث یک مجاهد به اصلاح تلقی میشه که ما به حکم قرآن این بهترین یک طرح هست به جای از اینکه اونمی جنرال های ما را، اونمی دگروال های با تجربه ما را، جنرال های با تجربه ما را بیکار بسازن. یعنی این جوان ها را هم خب حالا مشکل در کجا است؟ چرا این کار از حکومت صورت نمیگیره؟ در حالی که بیشتر هم گفتیم که بیشتر جوان های ما بیکار هستن، چرا حکومت یک طرح تازه را روی امی موارد جور نمیکنه که بر از اینا زمینه ها مساعد شوند، اینا برن در صفوف بپیوندن و امو توان و استعدادشان؟ پیشتر هم شما اشاره کردین، چرا می طرح حکومت انجام نمیده؟ چرا روی کار ما راستن بر من مایه تاسف است. به جای از اینکه ترمیم کنن و ایران میکنن، به جای از اینکه هنوز دیگه در قوای مسلح ما دیگه بست، دیگه تشکیلات شوسته بسازن، مثلا 3.5 لک و 5 لک بسازن، 6 لک بسازن، بیاین دیگه جوان ها را جذب بکنن. و جای از این کمی کار بکنن میگرن اونمو چیره ها و اونمو به اصطلاح عناصر با تجربه ما را کنا در حقیقت گنجینه ها، در حقیقت سرمایه های سرشار با تجربه علمی قوای مسلح ما هستن و ها را میگرن، دستشان از دستی ما میگرن. یعنی خلاصی جفا هست. تا به جای از این بهتر است که رئیس جمهور، رئیس اجرایه، تمام زاهم های حکومت وحدت ملی ما بشنن، اونمی شورای امنیت ریاست جمهوری که متشکل از وزیر دفاع، وزیر داخله و رئیس عمومی امنیت ملی، رئیس جمهور و رئیس اجرایه و این ها اینا هستن مسئولینشان، بس اعضای اونمو شورای امنیت ملی ریاست جمهوری بشنن، هم یک طرح ردتن امی قوای مسلح ضرورت است. باید بخاطر از اینکه یک گروهی که میرن اول سوالیا را میگن از دست دشمن آزاد میسازن یا قریه ها را از دست دشمن آزاد میسازن، باید گروه های دیگه ریزر باشه که بالا نوجا پوستا افراز بکنن در نگهداری و در گرفتن امنیت و ثبات از اونو شب و روز کار بکنن. این کسایی که جنگیدن آزاد ساختن، این برن بعد برن به قاغوشایش خود برگردن، به مراکز خود برگردن. بیان امروز حکومت همین کارا بکنن. من تعجب میکنم به سرقمندان علای قوای مسلح ما، در حالی که باور کنم من دوستشان دارم و با علمت همیشه دفاع کردیم، ولی من نمیفهم که کی به یه
برنامه های نادرست خوب مشکل در کجا هست؟ چی فکر میکنی؟ شما چی فکر میکنی؟ داخلی ها میتن خالی ها میتن کی؟ خب به نظر شما چی فکر میگی مشکل از ضعف رهبری حکومت است و یا ای که مداخلات کشورهای بیرونی هم در اینجا وجود داره به نحوه نمیخواین که افغانستان پیشرفت کنه و افغانستان از امو نسل جوانش از امو استعدادهایی که امروز در افغانستان هست استفاده شود؟ آقای حدیب بله خوب سوال مطرح کردین. ما همیشه طریق رسانه ها گفتیم یک خوشبختی یک مژده یک خوشخبری برای ملت خود دادیم که ملت وارسته و مسلمان و مجاهد شما خوش باشین، مطمئن باشین، شما آگاه باشین که امروز قوای مسلح شما یک قوای مسلح مجاهد است، در مجموع مجاهد است. من میگم که اگر هر کسی که در او جنرال دگروال سر منصب افسر خود ضابط یا بیسه بریلمن هر کسی که است یا سربازایی که هستن تورنی که هستن جکتورنی که هستن هر کسی ولو از زمانای حزب دموکراتیک خلق که عضو اعضاب اونم حزب بودن یا از مجاهدین امروز به عنوان مجاهدین راه وطن راه اراست از وطن راه صلح و امنیت و آرامی مردم ملت مسلمان مجاهد به حکم قرآن اینا مجاهد هستن وقتی که دنیا میبینن یه حرفا را میشنون یه گفا را میشنون که حالا چی میگن ای سیاسیون افغانستان چی میگن قوای مسلح خود مجاهد خطاب میکنن مجاهدین خطاب میکنن ببین اینی تو توتیار روی دست میگیرن این تو برنامه ها را کسایی که نمیخواید در افغانستان صاحب یک قوای مسلح مصمم با اراده با انگیزه با تجربه این جدی و قهرمان باشن این تو برنامه ها را میتن به رئیس دوست برنامه ها را میتن به رئیس جمهور ما امیدواریم که چیز نباشه ما امیدواریم که این برنامه های این طرح ما بازا میگم طرح نادرست ناکام ناجان مردانه را که روی دست گرفتن که یک تعداد جنرالان عزیز ما را جنرالان با تجربه و ما را میخوایم که یا خانه نشین بسازن این طرح به ضرر افغانستان به ضرر مردم ما به نفع دشمنان بله این واقعا یک چیز دیگه که بسیار مهم است انحصار قدرت از بارها از سوی مردم از سوی شخصیت های سیاسی بحث شده یعنی رهبران یا رئیس جمهور به نحو قدرت در انحصار خود قرار داد شما چی فکر میکنین اینجا بحث قدرت است یا بحث انحصار قبلا هم در مورد از این بیشتر اشاره شد و بیشتر گفته شد که رئیس جمهور به نحو قدرت در انحصار خود قرار داده و نمیخواد که کسای یا نسل جوان یا استعدادهای جوان برن در نهادهای حکومتی در نهادهای امنیتی جذب شوند شما چی فکر میکنین واقعا قدرت در انحصار است یا به نحو نمیخوان که نه افغانستان پیشرفت کنه مشکل در کجاست انحصار وجود داره امروز که ما به اصطلاح همین یک گده شخصیت ها و بزرگای مملکت ما مثل معاون صدر اول ریاست جمهوری جناب جنرال صاحب عبدالرشید دوستم یا به اصطلاح معاون دوم ریاست اجرایی ما جناب استاد محقق که میگن که ما خواهان سرنگونی نظام نیستیم ما خواهان چپک کردن حکومت وحدت ملی نیستیم ما برای همین نظام فعلا بدیلی را نمیبینیم بدیل همین نظام نداره اگر بدیل داشته باشد طالب داعش و القاعده هست ایجنت ها و مزدورای استخبارات کشورهای مغرض همسایه هست همین چیزا میگه دیر روزا از زبانایشان میرسه شنیدم از طریق رسانه ها که نا در مزار میگه پارا میگن همیشه میگه پارا گفتن ما میخواهیم اصلاحات به وجود بیاد ما میخواهیم که اینمی قدرت افغانستان از انحصار 4 نفر 5 نفر خاص برای اول سلطان این میگه رئیس جمهور است رئیس اجرایه هست معاون اول ریاست جمهوری است معاون دوم ریاست جمهوری هست به سلطان وزرا هستن حالا چرا صلاحیت های امنی وزیرا را سلب کردن امروز وزیر داخله نمیتونه که امر وزرا تعیین بکنه امروز وزیر داخله نمیتونه که قماندان های امنی ولایات قماندان های امنی ولسوالی ها را تعیین بکنه امروز به سلطان یا سایر وزارت خانه ها امنی وزارت خانه وزیرایشان صلاحیت نداره رئیس خود یکی از رئیسای خود معاونین رئیسای خود عاملین مستای دوی خود مقرر کنه همه باید رئیس جمهور مقرر کنه همه باید در هر باید مقرر شوه همه باید اونجا یک چهار نفر پنج نفر خاصی که در هر گست اگر دکتر اشرف غنی آدم بدی نیست نباید قدر رئیس را چیز کنیم دکتر اشرف غنی آدم نیک است یک اراده داره یک عزم داره ولی عناصر هست در کنارشان یعنی بعضی افرادی هستن که جناب رئیس جمهور یگان مشورای بلد میتن آخرین سوال اگر همین طرحی را که به خاطر بازنشسته شدن افسران که به سن 55 از او بالا باشن عملی بسازه به نظر شما ای چی خواهد شد؟ به نظر شما چی کاری را خواهد حکومت با این کار
کارش انجام خواهد داد. چی فکر میکنین؟ پیشنهادتون چی است؟ به عنوان آخرین سوال. خدا نکنه که این طرح جنجال برانگیز عملی شود. خدا نکنه. از خدا میخوایم که برای در دل روح روان جناب رئیس جمهور یک روشنی را پرته، یک توفیق رئیس جمهور را بده که از این طرح منصرف شود. اگر خدای ناخواسته این طرح عملی شود، ما میگیم که ما یک تعداد زیاد کادرهای برجسته، کارآزموده، با تجربه، مجربی که چندین سال اینا در جبهات نبرد، در جبهات جنگ تجارب سرشار کسب کرده بودن، این چیزها را دست نه تنها دست میتیم، بلکه این امکان داره که میاره دشمن های افغانستان جذب کنن، اینا را دشمنان افغانستان جذب کنن. در اردوی ما، در قوای مسلح ما مشکل به وجود خواهد آمد، تزلزل به وجود خواهد آمد، ناامیدی به وجود خواهد آمد. او زمان دیگه وقتی که یک مثل حالی که امروز ما افتخار میکنیم سری قوای مسلح خود، یک قوای مسلح با حزم، با اراده، با کلکتر، با اندیشه، با یک انگیزه خاص وطن پرستی و خدا پرستی، دفاع از وطن، دفاع از مردم، اون زمان بازید یک گردو نمیداشته باشیم. خدا این خواست تزلزل شکست و نامیدی در بین اردوی ما ایجاد خاطر این قوانی سید. تشکر محمد یاسین حبیب، رئیس حزب بیداری ملی فلای افغانستان. سپاسگزار هستیم بیننده های عزیز که تا حال بحث ما را دنبال کردید. تا برنامه بعد شما را به الله یک تا میسپاریم. خدا نگهدار.